اینکه آگاهی داشتن برنامه ما رو تماشا میکردن میدیدن که یه همچین مسئله‌ای نیستش. خط دیگه هم داریم دکتر. گوشی من شما رو میزنم رو بو. بفرمایید قربون، رو خط هستین. خواستم صحبتی داشته باشم. بفرمایید، خواهش میکنم. اگه لطف کنید تلویزیونتون کم کنید ممنون میشیم. الو. تلویزیون اگه کم کنید با ما از طریق تلفن حرف بزنید ممنون میشیم. ببخشید من خواستم این نظر، آخه همه تلویزیون ها هر کی بلند میشه میاد یه سرمایه داره، آقا من میخوام با ایران مبارزه کنم، میخوام ایران آزاد کنم، یه پولی میگیرن یکی دو ما برنامه رو ادامه میدن دیگه خبری نیست ازشون. خدایش خسته شدیم ما دیگه انقدر پول بچردیم، 100 دلار 500 دلار 600 دلار واسم اینو بهتون میگم، ما نمیدونیم دم به خروس قبول کنیم یا قطعا از دباس رو مشخص هر ازی هم یاد خوش تعریف میکنه. شما هموطن عزیز، شما به اون گروهی یا به اون دسترمانی که بهشون اطمینان دارین کمک کنین؟ من نمیگم به ما کمک کنین، نه به آدمای دیگه کمک کنین. ما نمیدونیم اون گروه کارش درسته. ما حالا این رژیم، خب الان ما داریم گزارش کارمون رو میدیم. شما اگه روی بشینین پای تلویزیون تا چند دقیقه دیگه ما فیلم های این دادگاه رو نشون میدیم، خودتون شاهدین، خودتون باید قضاوت کنین. اگه ته دلتون ایمان آوردین که این کمیته داره کارش رو انجام میده برای آزادی ایران، کمک کنین. اونجایی که فکر نمی‌کنین که این پولی که شما میدین اثر گذاره، اونجا کمک نکنین. این دیگه واقعا باید با دل خودتون بریم. ولی اگه از لحاظ کمیته ماست تا چند دقیقه دیگه زحماتی که این آقایون کشیدن تو این مدت فیلم‌هاش پخش میشه، شما هموطنان این رو می‌بینین که زجر و شکنجه شدن، دارن شهادت جلوی دادگاه میدن، اگه واقعا دیدین فکر میکنین اثرگذاره، اون موقع شما چکتون رو در بیارین کمک بکنین. کار ما کار اجباری. مرسی. کار ما کار اجباری. بفرمایید قربون، روی ایر هست. جونم بفرمایید، روز بخیر. سلام علیکم. سلام. سلام قربون. مرسی، خیلی ممنون. من از شیراز مزاحمتون. به به، خوش به حالتون که شیرازی. مهمون نوازه. بفرمایید. حالتون خوب الحمدلله. مرسی، خیلی ممنون. علی سلام عرض کردم خانم. سلام میکنیم به شما هموطنان. حالا شما خسته نباشید. من از شیراز مزاحمتتونم. بله بفرمایید. عرضم به خدمت باصدقتو خانم، در ارتباط با این مسئله کمک مالی که میفرمایید خدمت جناب آقای گوهری سلام عرض میکنم. سلام عرض شما. من چند دقیقه پیشم با جناب آقای آتوبای صحبت کردم در ارتباط با این مسئله. من میخوام یه سوال کنم از شما آقای گوهری، آقای گنجی اگه صدای من میشنوین. اول احکام این دادگاه قدرت اجرایی داره؟ یعنی شما میخواد به من بگید که آیا این دادگاه وقتی رأی صادر میکنه و میگه آقای ایکس با محاکمه میشه، ایشون میارن مثلا در دادگاهی، فقط دادگاه لاهر من نمیگم، حالا هر دادگاهی دیگه که جنبه قانونی داشته باشه و ایشون محاکمه میشه؟ من سوال رو مطرح میکنیم ایشون، چون من از تلویزیون گوش میکنیم. سوال بسیار خوب. سوال بفرمایید. سوالی هستن، اجازه بفرمایید، چون من خودم از جمله کسانی هستم که از طریق مسترکارت دوستم در دبی کمک کردم به این مسئله. درست. من امروز شما رو موظف میدونم که به من ریپورت بدید. ریپورت شما هم وقتی به من بدید من موظف هستم که جواب بدم به مطلب. حتما ما داریم ریپورت میدیم. مگه همونطور که گفتم تا چند دقیقه دیگه فیلم ها رو هم نشون میدیم، بشینید نگاه بکنیم، فکر کنم براتون جالب باشه. فیلم ها رو نشون میدید درست. آخه من شنیدم مثلا فلان قاضی تو دادگاه گریه کرده. آخه گریهش به چه درد من میخوره؟ منم از صبح شب دارم گریه خیلی از کسان تو مملکت خودم اینم و در جمله هر شیراز خودمون. الان کسانی که دارن صدای منو میشنون میدونن. شما بذارین دکتر گنجی جواب بده. اول خبرت ما داریم اینجا زحمت بکشید. شما میفرمایید کمک. من خدمت آقای اتمی عرض کردم یک دلار امریکا در ایران 850 تومان فروش میره. اجازه بفرمایید. اگه یک کارمندی رو شما در نظر بگیرید که توقع داری کمک کنه و میبایست که کمک بکنه، ما میگیم میبایست، موظفش میکنم من به نوع خودم. آیا به نظر جناب عالی چقدر باید زور بزنه و چش بزنه این کارو انجام بده؟ وقتی که نمیدونه هیچ چشمانداز آیا وجود داره یا نداره. من نمیخوام کسی ناامید کنم، ولی شما به من قبول به من حق بدید که اگه دارم صحبت میکنم از موضع حقی که برای خودم قائل میشم. حتما حتما شما حق دارین. تاثیر برای من قائل. من میگم جواب شما رو دوست داشتم بدم. مرسی. ریر هستین، بفرمایید. الو سلام خانم. حال شما خانم؟ نباشید. مرسی، خیلی ممنون. خانم گنجی جانم، لطف میفرمایید. من اون برنامه اول شما رو دنبال کردم، پاریس بودم، ولی متاسفانه موقعی که من برگشتم شما دادگاه تشکیل دادین. برای دادگاه بعدی لطف میکنید که از قبل اطلاع بدین چه زمانیه دقیقا تاریخش، منم بتونم برم اونجا شرکت کنم. حتما این کار میکنیم. شما
اگه لطف کنین با دفتر دکتر گوهری تماس بگیرین. نمیدونم شماره شما رو اونجا گذاشتن یا نه. شماره با این شماره تلفن لطفاً تماس بگیرین. روز دوشنبه من باهاتون صحبت میکنم. هست 562 بله 981 بله 3000 و یا اگه فکس بکنین به فکس 202 338 1052 ما به اطلاعاتو میرسونیم و سعی میکنیم مسئله رو نمیدار زودتر به اطلاعاتو برسونیم که بتونیم تشریف داشته باشیم. خیلی متشکرم. مرسی خانم. حالا رویا هستیم بفرمایید. حالا شما قربون. مرسی. با دکتر گنجی میتونم صحبت کنم؟ میشنوم شما سوالتون رو مطرح بفرمایید. خواهش می‌کنم. می‌خواستم از آقای دکتر گنجی سوال بکنم که من منظور شما از آزادی ایران چی هست؟ مثلا ایران آزاد بکنن؟ بله. خب آزاد بکنن مثلا فرض کن کی بره به قدرت بگیره؟ چون یه سری آدمای زمان شاه پول دزدیدن آوردن اینجا. منظور همونا برن یا یه سری جمهوری خواه برن؟ چون به هر جهت شما چی میخواییم بره؟ من نمیدونم منظور شما چیه. نه شما شخصا چی میخواییم بره؟ چون میخواییم جمهوری اینی... باشه، پادشاهی باشه، بالاخره یه چیزی داری نتما، پرفرنسی داری نتما. نه من چون میدونم که یه سری آدم های اونجا پول دزدیدن زمان شاه. خب بردن اینجا پول تو کازینو. خب حالا همین الان آقایونی که سر کار هستن چیکار دارن میکنن قربون؟ اصلا قابل مقایسه است که شما همچی حرفی رو مطرح کنید. ولی اینا هم دزدیدن. حالا من میخوام نه اینا ندزدیدن. چرا اینا هم دزدیدن؟ خب دیگه خب پس جوابتون دادین. مرسی. بفرمایید شما رو ایر هستین. سلام عزیزم. حال شما خوب هستین؟ خانم به با عرض معذرت من اومدم روی خط که این رو بگم آقای دکتر گنجی و دوست ارجمندمون جناب آقای گوهری توضیح ندادن. همونطور که جمهوری اسلامی در پاریس فرستاد افرادی رو در دادگاه رو به هم بزنن، نظم رو به هم بزنن، الان هم یه عده‌ای بسیج شدن این برنامه رو به هم بزنن. هموطنان میفهمن همین متوجه هستن اینا سیستمشون دیگه دست همه اومده و رو همه خطای رسانه ها آدم های خودشون رو دارن که میفرستن ما رو میخوان از مسیر منحرف کنن. نه یه سری سوال ها هستش که ما با کمال خدا نگهدار. مرسی از شما. ما دو تا خط دیگه میگیریم بعد دکتر گنجی میاریم رو خط. بفرمایید روی ایر هستین. سلام خانم شما بخیر. حال شما خوب هستین. مرسی. والا از آن نمیخواستم حرف این آقای کلان زنگ زنگ تکرار کنم. بله. ولی من به این نچرستم. اولا اینکه من اصلا از استایل آقای یا آتوهای مطلقا خوشم نمیاد. خب هر کسی ولی من یه چیز متوجه شدم که وقتی یه سری گروه ها میان میخوان یه کاری رو بکنن، یعنی در عمل میان مایه میذارن، زحمت میکشن، مثلا این قضیه که شما دارین دنبالش هستین، منو یکی از چیزایی که شدیداً حال منو به هم زده، اون تلویزیون هم نمیخوام بیارم تو شرق آمریکا. نگیم حالا نگیم بهتره. نگیم اسمشو نمیخوام بیارم ولی تلفن های خیلی ارگانایز شده. درست. این آدم های رندومی نبودن که به این آدم درست بیان زنگ بزنن. بازم من میگم من فکر نمیکنم آقای گنی 100% همه کارش درست بوده، نه نبوده، ولی به صورت خیلی شرم آور بیان و افرادی که به حد توانایی خودشون دارن یه سری کارا رو میکنن، من اصلا باورم نمیشه که اینقدر بیشرمی به وسیله مدیریت یه تلویزیون میتونه اجازه بده یه همچین حرفایی رو در مورد افراد بدون مدرک، بدون سند بذارن. مثلا اگه معلم بیان یه چیز خیلی بد، حالا اگه اجازه بدین چون ما الان بحثمون رو این دادگاهه، از بحث خارج نشیم، چون الان اگه ما وارد این بحث بشیم 100% همونطور که خودتون گفتین افراد اون ارگنایز شده میان دوباره رو خط و ما رو کاملا از مسیری که داریم دیریل میکنن. نه اتفاقا همینه میخواستم در رابطه با دادگاه من تئوریم اینه. بله. دلیل اینکه شما دارین یه ذره حرکتای مثبت میکنین و یه ذره موفقیت به دست آوردین برای همین هست که به نظر من داره به شما حمله میشه. متوجه هستین؟ 100% میدونیم همیشه هر کاری که یه ذره اثرگذار بوده اینجوری بوده. بله علی جان ما متوجه این مسئله هستیم. من اصلا
دفاع از آقای آتابای باید اینجا بگم که آقای آتابای شدیداً روی این مسئله، یعنی من زیار یه آدم وطن پرست سالهاست باش تو این شهر مبارزه کردم، یه آدم وطن پرستی هستش که واقعا من افتخار میکنم در کنارش بودم. خب همه ما های اشکالاتی داریم، هیچ کدوم پرفکت نیستیم، بنابراین نمیتونیم بگیم که همه از همه چیز همدیگه باید خوشمون بیاد، ولی در اونی که زیار آتابای و خانواده‌اش واقعا تمام زندگیشون رو گذاشتن، این تلویزیون هیچ چیزی جز دردسر برای زیا و خانواده‌اش نداشته. ما شاهد بودیم زیا یه زندگی خیلی راحتی رو در لس آنجلس داشتش. این تلویزیون نه واسه زیا سرمایه آورده، از سرمایه‌اش اگه کم نکرده، هیچی بهش اضافه نکرده، هم کلی بهش همونطور که خودتون دارین میگین تهمت‌های زده شده. این شخص واقعا با حسن نیت تنها جز تنها رسانه‌ای بود که تا اونجا رفتش، تمام این برنامه رو همونطور که می‌بینین حالا براتون ضبط کرد و همه اینا به خاطر عشق به آزادی مملکتشه. بنابراین مشکل ما، شما از استایل من روی چیزای خوشتون نیاد، ولی باید اون کریدیتو به جایی که باید بدیم باید بدیم. دکتر گنجی شما رو خط هستید؟ بله بله من رو. مقدار سوالا رو جواب بدیم بعد ما خطا رو دوباره می‌گیریم. ببینید همین که از شیراز تلفن زدین و راجع به ارزش احکام این دادگاه صحبت کردین، من از ابتدا خیلی صادقانه به شما گفتم این دادگاه، دادگاه قضایی که در کشورها وجود داره یا دادگاه دیوان بین الملل دادگستری که سازمان ملل به وجود آورده یا دادگاه جنایی بین المللی که گروهی از کشورها اومدن اساسنامه‌اش قبول کردن نیست. آرای این دادگاه لازم الاجرا برای حکومت‌ها اونطور که آرای دادگاه دیگر هست نیست، از راز اخلاقی لازم رعایت، چون ما دنبال اخلاقیم، ما میخواییم مردم دنیا از زبان افراد مورد احترام کشورهای خودشون بشنوند که در ایران چه میگه. برجسته ترین افراد رو از درون کشورها که مورد احترام مردم خودشون در بلژیک، در فرانسه، در انگلیس، در کره، در الجزیره، در امریکا، در کانادا و حالا هم در یک کشور دیگه به زودی که مورد احترام شدید مردم شما هستم آوردیم که اونها بشینن قضاوت کنن و تو روزنامه ها بالاخره مطمئن باشیم به قدری در بیاد این مسائل، ده برابر اون چی که الان اومده بیرون میاد و اون وقت اون تأثیر بذاره روی حکومت های خودشون که شرم بکنن از این که اونها دارن یه همچین رژیم رو حمایت میکنن که رو پاش باشه. و این چیزی که جمهوری اسلامی شدیداً ناراحت شده و اینطور خودشو بسیج کرده که امروز ما میبینیم تو این تلویزیون همینه، به لرزه درش آورده. کم نگیرید این کارو، این کار خیلی کار مهمیه. یکی دیگه بگم، همینی که تلفن زدی از شیراز، هر وقت پولی که دادی ناراضی هستی کاری نداره که فکس 1 در امریکا 202-338-1052 یه فکس بزن بگو اینقدر دادم به حسابتون رفته، ما همه پولامون کردیت کارته یا چکی یا کردیت کارته، ما پول نقدی که از کسی نمیگیریم که، بگو اینو دادم نمیخوام برات پولیستو برمیگردونیم. اگه نزدی پس دروغ میگی عزیزم، پس مأمور یا معذور. هم اگه میخوای تلفن بزن، فکس بزن، مردم رو گمراه نمیتونی بکنی. ما اینجا نشستیم همینطوری تماشا بکنیم، 25 سال ما برای مبارزه هستیم و رژیم و بچه ما رو خوب شناختیم. فکر نکنیم ما رو میتونی گمراهمون کنی از این کار بریم کنار، به هیچ وجه. حالا از قبل تاریخ دادگاه بعدی رو خانم با کمال میل، ما مشکلمون الان اینه که وضع مالیمون ببینیم چیه تا تاریخ دادگاه رو تعیین کنیم. ما قبلا هم اگه دیدین که این تاریخ این دادگاه دیر به اطلاعاتون رسید به چند دلیل بود. یکی این که قبلا من رفتم دنبال این که، حالا بهتون میگم همه گوش کنید قشنگ، رفتم دنبال این که این دادگاه رو در کشوری که دادگاه های بین المللی دنیا در اونجا تشکیل میشه اونجا برگزار کنم. تمام هممو گذاشتم با دوستان خودم در اون کشور، دوستان ایرانیم و غیر ایرانی، و رفتیم همه کار کردیم. یه کشور کوچکی، دادگاه های بین المللی همونجا، مرکز کنفرانس هاشون قبول کرد، هتل ها رو رفتیم رزرو کردیم برای افراد و همه کارمون کردیم. یک دفعه نامه ای برای من اومد و قبل از مثلا درست 3 هفته قبل از اینکه دادگاه پاریس تشکیل شد، ببین چه بعد چه جوریه، یه نامه اومد که آقای دکتر خیلی به شما علاقمندیم فلان اینا و چه کار بزرگی داری انجام میدیم، برای فقط ما یه مسئله داریم
ما در این کشور خیلی مترصد اعمال تروریستی هستیم و خطرات بزرگ این کار شما برای کشور ما داره به وجود میاره. این نامه رو دارم ها، دستمه، به انگلیسی. خطرات بزرگی به و اینو فرستادم برای اعضای دادگاه، همه اعضای دادگاه نامه رو دیدن. خطرات بزرگی برامون به وجود میاره و برای سلامت اطباء خودمون، برای سلامت دولت مردان خودمون، برای سلامت شهرمون و برای سلامت شماها. بنابراین به یه شرط بهتون اجازه میدیم، اون اینه که نه قبل از دادگاه، نه در طی مدت برگزاری دادگاه، نه بعد از دادگاه هیچی در روزنامه ها و رسانه های ما منعکس نشه. من میگم که عجب چه چیزیه، یک کشور دموکرات داره به ما میگه که خفقون بگیر. گفتم بنابراین گفتم خدافظ شما و اومدم بیرون. از اونجا دیگه تصمیمم گرفتم که تصمیم من گرفتم، بله من گرفتم، چون این مسائل با هیچ کی تا امروز صحبت شده نکردم که روحیه کسل نشه. تصمیم گرفتم که راه اینه که برم پاریس و از دولت فرانسه شدیداً تشکر میکنم، منتها درجه محبت کردن برای حفظ ما، برای امنیت ما. بنابراین اون بوده که اطلاع پیدا نکردید قبل، کوتاه بود مدت. حالا این بار اگر ما امکانات مالیمون اجازه بده، مدت زمان طولانی هم خواهد بود که به اطلاع شما میرسیم. آقای دکتر گنجی شما بس اضافه منظور شما اجازه بدیم. منظور شما فرمودید از آزادی چیه؟ عزیزم ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم که یک کسی نسخه بپیچیم برای مردم ایران. ما اصلا تو این کار چیزی که هست، کاری که داریم میکنیم، میخوایم جنایات رژیم رو و بیشتر اینایی که اومدن شهادت دادن از گروه های چپ بودن، خیلی هاشون مجاهدین سابق بودند. مجاهدین حال البته نمیخوان بیان با ما اصلا چیز بشن. اونا 20 میلیون دلار فقط توی یه دونه ترن از یه چمدونشون همین 10 روز پیش در اومد که داشتن جابجا میکردن، یا 8 میلیون دلار از خونه خانم رجایی در اومد. اونا مسئله ندارن، مسئله مالی ندارن. اونا نمیخوان اصلا سر به تن کسی باشه که داره مبارزه میکنه، میخوان فقط و فقط خودشون باشن. بنابراین کی بره قدرت رو دست بگیره؟ مردم ایرانن که باید تصمیم بگیرن. حاکمیت با مردم ایرانه، باید با نظارت سازمان ملل متحد اینا مردم ایران مجلس مؤسسان خودشون انتخاب کنن، مجلس مؤسسانشون قانون اساسیشون رو بنویسه، بعد اون وقت با نظارت سازمان ملل متحد برن رأی بدن که چه نوع رژیمی میخوان باشون. رأی مردم، نه مثل که خمینی کرد آره یا نه. اگه پول دزدیدن برید خشون بگیرین. این همه دادگاه هست، چرا منو نمیبرین دادگاه اگه دزدیدم؟ ای راست میگین شماها که تمام پرونده های ما رو که همه چی دستتونه که اومدین همه چی رو گرفتین 25 ساله. اگه راست میگین یه دینار اگه من دزدیدم بیاین تو روزنامه کیهانتون که همینطور تهمت هایی میزن که من اصل و نسبم یهودیه، من فلانم، از این حرفا میزنین. البته چه مانی داره، مگه یهودی چیز بدیه؟ من مسلمانم، مسلمان زاده هستم، ولی من یهودی چیز بدیه؟ شماها بد میدونین یهودی و زرتشتی و بهایی و غیره رو بد میدونین، من بد نمیدونم. بنابراین اون مسئله پول دزدیدن بود، اصلا دزدی گذشته با دزدی حال قابل مقایسه نیست. بعدم اون رژیم مرد و رفت، 25 ساله که از بین رفته. شماها سر کار اینو دارین میدوزین، شب و روز دارین میدوزین. اینی که باید شماها رو ما یه خطون بگیریم تا نذاریم مملکت ما اینطور کنفیگون بکنیم. حالا میگین که جمهوری اسلامی افرادی رو فرستاد به پاریس که دا بله درست میگیم، هموطن درست میگی. آره جمهوری اسلامی چون دید یک کار دیگه نمیکنه میخواست دادگاه رو به هم بزنه. مثلا چطور ممکن یه آدم اومده باشه نشسته باشه اونجا وسط چیز دادگاه یه دفعه وسط حرفای شهود بخواد بپره حرف بزنه؟ مسلمی که میخواست دادگاه رو بزنه. من از آتاوای چی کار کرده اینا، اون چیزی که صحبت کردیم جای تاسفه، جای تاسفه واقعا. به جای اینکه ماها با هم دیگه متحد بشیم، همش به جون هم دیگه بیفتیم و این بر اون بر چیز کنیم. آقا جون نجات ایران در دست مردم ایران، در دست مردم ایرانه. مردم ایران هم هیچ کدومشون نه بالا دارن نه پایین دارن، همه مساوی هم. اما باید با سازمان و تشکیلات آنچه که دنیا رفته پیش باید رفت بوده. این چیزایی که آدم عکس آقا رو تو کره ماه میبینه و توی سوره بقره یه دونه مو رو میبینه و من دیگه چی شدم و من ایکس شدم و از این صحبت ها، تموم شد رفت. دنیای علمه، تحقیقه، تجربه است. نمیشه آدم یه چیزی بکنه یه حرفایی بزنه که پس فردا معلوم بشه که بی خوده. آره عزیزم درست میگی، کاملا حرفت خیلی خیلی حرف درستی. باید
هممون دست به دست هم دیگه بدیم تا اونجا که توانیم ایجاد میکنیم کمک بکنیم. من که از همه اونهایی که کمک کردین شدیداً اسمتون رو مطمئن باشین همه چیزتون هست، روزی که ایران نجات پیدا بکنه با کلمات زرین نامتون رو خواهند نوشت. و شماهایی که دارین به کمک نمیکنین باید به خودتون بیاید، هنوزم دیر نشده، بیاید کمک کنید. دکتر گنجی اجازه بدین یک کامرشال بریک بگیریم و برگردیم. بعدش بس آماده باشیم برای چند تا فیلم داریم که از شاهدین هستش، میخوایم پخش کنیم که شما هم در جریان باشید. با ما باشید. با ما باشید. هموطن عزیز رو آخر ببخشید شما رو هولد انقدر مدت گذاشتیم روی. خیلی ممنون. شما اگه لطف کنین من می‌خواستم بفرمایید آقای دکتر گنجی صحبت کنم. شما سوالاتون بفرمایید، ایشون میشنون دارن ایشونو دوباره میارن روی خط که باتون حرف بزنن. ببینین آقای دکتر گنجی، من می‌خواستم از شما سوال بکنم. بفرمایید. اگه تلویزیونتون رو کم بکنین ممنون میشم. از کدوم گذشته سیاسی دنیا سازمان ملل متحد اومده و یک رژیمی رو عوض کرده؟ تغییر رژیم در دنیا باید یا از طریق انقلاب باشه یا کودتای نظامی باشه یا اینکه تجزیه باشه یا مملکت یا حمله نظامی به اون مملکت. توجه میکنی؟ همه حرفایی که آقای حقا میزد که شکلات بدین شیرینی بدین و هیچ اثری نداشت، فقط مردم افسرده کرد و دروغ گفت به مردم. وقتی که یک دادگاهی که هیچ نوع عرضم به حوض قدرت اجرایی نداره چجوری میتونه یه رژیم رو بترسونه و این رژیم رو بندازه واژگون بکنه؟ شما به جای این کار چرا سعی نمی کنین که با یک نیروهایی استفاده بکنین که بتونن خصمانه با این رژیم عمل بکنن و بتونن از این را رژیم رو سرنگون کنن؟ مگه با شکلات و شیرینی و بگن رژیم بد و خوبه تو روزنامه ها رو نوشتن؟ مگه سرنگون میشه؟ مگه شده تا به حال که شما چه این نسخه ای رو دارین میپیچین؟ من میترسم این کار شما باعث بشه همون کاری که اون آقای خالق یزدی کرد و دروغ مردم افسرده کرد و تلویزیونای اینجا رو متهم کرد به چیزایی که واقعا لایق نلایق خودشون بود و روز ده مهر هم گفت که من میرم که اصلا نرفت و ترسید و همش دروغ بود. توجه میکنی؟ بله بله. بازی به مردم ایرانه. من میذارم رو تو گردش. اگه راست میگین بری با سازمان سیا تماس بگیرید. اگه راست میگین بری با تاپای امریکا تماس بگیرید. و یه مسئله، و شما مگه حمله نظامی به ایران حمله نظامی بشه مگه